صحبت اینه که دعوای من همون برمیگردم تو صحبت چیزم، مسئله فلسطین یه مسئله است که دیکتاتورها تو منطقه و حکومت های مثل جمهوری اسلامی، فرقی صدام هم همین چیزه بود. صدام مردم عراق رو گروه گروه میکرد تو اون چیزا، کشتار این تیپی با شیمیایی و غیر زالک، از اون ور میخواست که قدس رو نجات بده. دیکتاتوری که به مردم خودش رحم نمیکنه قطعا دلش به جای دیگه نمیسوزه. یا دیکتاتوری که حکومتی که تو مراکز مذهبی خودش این مدارکش رو شده بمب میذاره تا مخالفین خودش رو بدنام بکنه، آخه این حکومت چطور میتونه دلش فرض بفرمه به جای دیگه بسوزه؟ و این شرایط فعلی هم خارج از این نیست، اینا همه شعاره و هیچ دستاوردی نه برای مردم فلسطین داشته نه برای مردم ایران داشته. و جمهوری اسلامی از اول هم شعارهایی که داشته به هیچ کدومش نرسیده. شما نمیتونید یه شعاری رو پیدا بکنید بگید که این شعار جمهوری اسلامی بوده و بهش رسیده. بسیار خب، حالا این رو حتما باز خواهیم گشت. به همین مسئله صحبت آقای کاظمی‌نژاد بروجردی شد و مسئله فلسطین و اسرائیل هم در میون هست و روز قدس. آقای کاظمی‌نژاد بروجردی صحبتهایی داشت در همین زمین، اول بگم برای بینندگانی که نمیدونه، روحانی شیعه‌ای که خواستار جدایی دین از دولت هست برای حفظ اعتبار دین و سپردن کار در عالم سیاست به گفته ایشون به دست کاردان و متخصصین و کارشناسان در زندان است. صحبتهایی داشت در همین زمینه، اختلاف فلسطینی ها و اسرائیل و چگونگی حلش. بخشی از این صحبتهایشون که پیش از این هم از صدای آمریکا پخش شده میشنویم، بعد به برلین میریم ادامه میدیم با گفتگومون با خانم بخرا کاظمی‌نژاد بروجردی. آقای کاظمی‌نژاد بروجردی، آیا مرازعه بین عراق و اسرائیل با مفاد دیگری تحلیل پذیر است؟ چرا نباید حرمتها و قرابتها را حفظ کرد؟ تاریخ بشر جنگهای صلیبی را فراموش نمی کند که با نقشه اهریمنان بازماندگان ابراهیمی به جان یکدیگر افتادند و صفا و کرامت را خدشه‌دار نمودند. ما که با طرفداران بنی امیه و بنی عباس که قاتلین امامان شیعه بودند عقد اخوت خوانده ایم، چگونه با فرزندان ابراهیم خلیل مقاتله و مبارزه می کنیم؟ با آرزوی آزادی و استقلال همه اندیشه های پاک و دوستانه و تخلیه جهان از دعواها و درگیری های اعتقادی و اعتباری. خب، اشاره آقای کاظمی‌نژاد بروجردی به فرزندان ابراهیم، اسحاق و اسماعیل هست که اسحاق رو پدر قوم یهود میدونن، ملت یهود میدونن، و اسماعیل رو پدر و بنیانگذار یا پدر قوم عرب، پسر عمو خونده میشه.